خب دوستان عزیز، امروز تصویر رو عظیم‌وری گذاشتیم، سعی کردیم مثل رانندگی تو ایران فرمون دست چپ باشه، مثل آمریکا، مثل انگلستان نباشه. خیلی جالبه، همین الان قبل از اینکه بیام بیرون دیدم آقا رضا پلوی کنفرانس مطبوعاتی گذاشته. یکی بگه اولا تو چه کاره ای؟ معمولا مسئولین کنفرانس میذارن، خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، مردم میان ازشون سوال میکنن، اونا جواب میدن. شما که یلیل داری میگردی، هیچ غلطی نمیکنی، چه چیزی رو میخوای صحبت کنی برای مردم؟ ولی خیلی جالبه، میگه همینجوری که در یک ساعت و نیم ملاقات گفتم، میپرسن که فقط در تهران بیایم بیرون یا همه ایران. من فکر میکنم همه ایران. آخه تو کی هستی؟ تو چند تا اعتراضات خیابونی شرکت کردی؟ پدرت که مثل درخت کریسمس به خودش زنگوله بسته بود، هر وقت گفتن یپ فرار کرد. حالا تو نشستی اینجا تو مریلند میخوای به جوانای مردم بگی برن جلو تیر و تانک و توپ و گلوله، بعدم تو دستور بدی که کجا برن کجا نرن. خب حالا چه کار کنن بعدش؟ رفتن اصلا آخونده از ترس گفته شما فرار کردن. شما میخوای چه کار کنی؟ میخوای بشینی از مریلند ریموت کنترل؟ خدا، ملت عجیبی هستیم. یا یه جوونی دیگه دیدم با شور هیجان میگه گفتمتون سال گذشته نیومدید بیرون، چنین شد چنان شد، حالا امسال هم حرف منو گوش نکنید. یکی نیست بگه آخه پوفیوز، تو کی هستی که مردم حرف تو رو گوش کنن؟ بعد تو که میگی 2000 نفر از هیئتیا با من تماس گرفتن، حالا نه که ما محرم بوده، اینا همه فکر و هوش و ذکرشون تو هیئتیا، تو که میگی 2000 نفر از هیئتیا باهات تماس گرفتن، لطف کن به همون هیئتیا دستور بده آتش به اختیار برن عمل کنن، آخوندها رو از بین ببرن، شما هم باشو رهبر اونا. ولی نه، جالب اینه که اون آقا هم خارج نشسته. خلاصه روزگار غریبیه. امروز شنبه است، 26 آگوست سال 2023. من تلاش میکنم که فردای برنامه زنده داشته باشم. بارها گفتم اگه کسی میخواد تو برنامه ها شرکت کنه، از قبل باید بگه یا پیام بفرسته تا ترتیب شرکت در برنامه‌های زنده داده شود. یعنی از قبل ببینیم با اسکایپ، با فیسبوک، به اصطلاح چک کنیم صدا، تصویر، مثل آقای اسکندری به قول خودش از زندان نباشه، بعد نه تصویر درستی داره نه بلد جواب بده. خلاصه اینم از این. ما در تلویزیون مردم تلاش کردیم که همه چیز رو خیلی ساده، خیلی قابل فهم برای همه بذاریم. حالا اگه بعضیا تلاش میکنن که نفهمن و همه چی رو مشکل کنن، اون دیگه مشکل اوناست. منم کم کم دارم میرسم اینجا و از شما خداحافظی میکنم. یه آقا یا یه خانمی نشتود آقای سوربی اوبر رانندگی میکنی؟ نوشتم نه، ولی افتخار میکنم به اونایی که اوبر رانندگی میکنن، دستشون جلو ایرون نمیگیرن. خود من یه مدت که اوضاع اقتصادی بد بود و اینا، اوبر، لیفت، لیموزین، همه اینا رو رانندگی میکنم، هیچ مسئله هم ندارم. و شما از اون احمقایی که مفت میخورن و مفت میگردن و هیچ کاری نمیکنن سوال کنید از کجا میارید، و الا کار اونم در آمریکا اصلا عیب نیست. من افتخار میکنم از روز سومی که وارد آمریکا شدم، سال 1986 کار کردم، الانم که یه حقوق بازنشستگی جزئی میگیرم، باز نه فقط برای پول، برای اینی که بدنم تنبل نشه کار میکنم. اگه سوال دیگه ای هم هست بپرسید تا جواب بدم. اون وقتا هم میگفتن هیچ سوالی احمقانه نیست،
ولی باور کنید من در این 25 سال با دوستان ایرانی خیلی سوالات احمقانه دیدم شنیدم، ولی با همه اینا بازم میگم شما بپرسین. ولی جالبه وقتی یه برنامه میذارن یکی باید احمق باشه که برنامه رو نگاه نکنه، به جاش از من بپرسه که با اوبر کار میکنم یا نه. اینم جواب اون دوستی که خیلی نگران بود که ما کار میکنیم یا نمیکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.